همزمان با سالروز شهادت میرزا، گیلان امروز میزبان کنگره ملی بزرگداشت میرزا کوچک جنگلی بود. در این کنگره ملی که با حضور رئیس جمهور و بیش از 1000 نفر از فرهیختگان، اندیشمندان، هنرمندان، مورخان و مسئولان کشوری و استانی در زیبا کنار رشت برگزار شد، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت بیانات رهبر معظم انقلاب را در جمع اعضای برگزار کننده کنگره قرائت کرد. در بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است منشأ حرکت میرزا کوچک یک منشأ 100% دینی و اعتقادی است و رفتار او هم یک رفتار دینی است و میرزا ضمن اینکه با اجانب مبارزه می کرد در حفظ استقلال همت داشت و با تحرکات استبداد داخلی هم مقابله کرد. این خیلی تعبیر زیبایی است از ایشون یک واحد مینیاتوری از نظام اسلامی، جمهوری اسلامی را در رشت و همون محدوده خاص خودش گیلان وجود آورده است. اما رئیس جمهور سخنران اصلی کنگره ملی بزرگداشت میرزا کوچک جنگلی بود. آقای احمدی نژاد گیلان را دیار علم و معرفت، قهرمانان و آزادگان و دیار عشق و حق طلبی دانست و گفت میرزا کوچک جنگلی نماد آزادگی و حق طلبی گیلانیان است. شجاع و نترس بود، همیشه خندان و خوشلهجه و شوخ‌طبع و در عین حال در کارها بسیار جدی بود. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش گفت گیلان ذخیره بزرگ فرهنگی و تاریخی برای ایران است و میرزا کوچک خان اولین قامتی نیست که برای سرافرازی ایران به خاک و خون کشیده شد و آخرین آن نیز نخواهد بود. میرزا کوچک برای آزادی حقیقی ملت قیام کرد. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت قیام میرزا کوچک جنگلی گفت نهضت جنگل در یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخ، یعنی زمانی که کشورمان زیر چکمه‌های استبداد، فقر، بیکاری و جنگ‌های پی در پی قرار داشت، شکل گرفت و در یک کلام میتوان گفت قیام میرزا کوچک در سایه عبودیت خدا و عشق به پیامبر تنها برای آزادی ملت ایران صورت گرفت. حق میرزا و یارانش بر ملت ایران حق بزرگی است و به نظرم این کنگره آغاز راه است. همچنین در نخستین کنگره ملی بزرگداشت میرزا کوچک جنگلی علاوه بر رونمایی از لوح ثبت محل شهادت میرزا در فهرست آثار ملی به دست رئیس جمهور، از جمعی از هنرمندان، مورخان و نویسندگان کشور و استان تجلیل شد. در میان تجلیل شدگان برادرزاده میرزا کوچک حضور داشت. حضور ارزشمند شما بزرگواران، خانم‌ها،